سلام، من علی زادی هستم از بلاگ زادی پرو. در این ویدیو میخوام در مورد متدها صحبت کنیم. همونجوری که در جلسه قبل در مورد وریبل ها صحبت کردیم، ادامه جلسه قبل رو با مبحث متدها در خدمتتونم. این سه متدها که اولین چیزی هست بهش اشاره میکنیم، متدهایی هستن در واقع اون فانکشن هایی هستن که برای کلاس ها یا انیومریشن ها و استراکت ها تعریف میشن و باید حتما ابتدا یک اینستنس از اون کلاس یا انیومریشن یا استراکچر اون ایجاد بشه تا بتونیم از اون در واقع متد استفاده بکنیم. همونجوری که مشاهده میکنید اینجا ما یک کلاس کانتر داریم، یک متغیر کانت داریم، یک فانکشن اینکریمنت داریم، یک فانکشن اینکریمنت بای داریم. فانکشن اینکریمنتمون در واقع کانترمون رو به علاوه یک میکنه و اینکریمنت بایمون بر حسب اون مقداری که بهش پاس میدیم کانترمون رو اضافه میکنه. فانکشن ریستمون هم مقدار کانترمون رو صفر میکنه، ریست میکنه در واقع. اینجا میایم یک آبجکت از یک اینستنس در واقع از کلاس کانترمون ایجاد میکنیم، فانکشن اینکریمنت رو فراخوانی میکنیم، بعدش فانکشن اینکریمنت بای رو فراخوانی میکنیم که مقدار 5 رو بهش پاس میدیم، میایم پرینت میکنیم counter.count رو، مقدارش رو مشاهده میکنیم، میبینیم که مقداری که برامون چاپ میکنه 6ه، ابتدا 0 بوده، بعد شده 1، بعد به علاوه 5 شده و بعدم که ریست میکنیم مقدارش برابر میشه با 0. چیز خاصی نداره اینستنس متد هامون. نکته ای که باید بهش اشاره بکنیم لوکال ان اکسترنال پارامتر ها هستن. فرضاً ما همون کلاس کانترمون رو داریم، در نامگذاری متد هامون دقت داشته باشید. مثلا اینجا ما اینکریمنت بای گذاشتیم، یعنی اینکه میخوایم کانترمون رو با یه عددی اضافه کنیم در واقع. چرا؟ چون که هم خانایی برنامه بالا میره، همین که ما برای متد هامون و پارامترهای ورودیمون در واقع اینترنال و اکسترنال، ببخشید لوکال و اکسترنال پارامترها رو داریم. دقت داشته باشید در پارامترهای ورودی ما اولین پارامترمون اکسترنال نیم نداره و از پارامتر اول به بعد اکسترنال نیم رو در واقع داریم. ما اینجا میایم در واقع یه اینستنس از کلاس کانترمون ایجاد میکنیم، فانکشن اینکریمنت بای رو در واقع فراخوانی میکنیم. میبینید که اولین پارامتر ورودیمون که اینجا نام داریم براش، اینجا هیچ نامی نداریم براش. برای پارامتر دوم ولی همون لوکال پارامتر نیممون میشه اکسترنال پارامتر نیم. حالا اگه بخوایم پارامتر اول هم نام داشته باشه باید چیکار کنیم؟ ما اونجوری که در ویدئوهای اولیه بهش اشاره کردیم بهش معرفی میکنید و amount رو اینجا بذارید با معنی external parameter name در نظر میگیرید، ولی خب by default این کار رو نمیکنه و توصیهش اینه که میگه سعی کنید از کلمات by و for استفاده کنید. مبحث بعدی که باید بهش اشاره بشه self property ها هستن. self property ها رو الان قبلا بهش اشاره کردیم ولی مجددا بهش اشاره میکنیم. فرض کنید ما یک استراکت پوینت داریم، یه متغیر x داریم و یه متغیر y که در واقع مال استراکتمون هست. یه فانکشن داریم که تصمیم گیری میکنه این پوینتمون و اون xی که بهش پاس میدیم در چه وضعیتی این خط و در واقع نقطه با هم قرار گرفتن. ما اینجا دو تا x داریم، یه x ورودی داریم که توی برنامه بهش پاس داده میشه و یک ایکس داریم که مربوط به خود استراکتمون هست. حالا چجوری باید این دوتا رو، این ایکس و این ایکس رو در واقع از هم تمیز بدیم؟ با کلمه کلیدی سلف هست. سلف میگه که اشاره میکنه به متغیر خود کلاسمون یا استراکچرمون در واقع. میبینید که میگیم که اگه ایکس خودت از ایکسی که بهت برای مقایسه پاس داده شده بزرگتر بود، اون موقع مقدار ترو رو ریترن کن. میام یک
اینستنس از استراکچرمون درست میکنیم با مقدار 4 و 5، یک مقدار یک رو به فانکشنمون پاس میدیم که تصمیم گیری بکنه که در سمت، در واقع این خطی که با خطی که در واقع با مختصات یک برش فرستادیم در سمت راست، نقطه‌مون در سمت راستش هست یا نه. تو می‌بینی که مثلا در سمت راستش هست، وارد ایف میشه و کار انجام میشه. یک مبحث دیگه که داریم مودیفای کردن ولیو ها هستن. همونجوری که مستحضرید ما در استرکچر ها بعد اینکه اینستنسمون رو در واقع ایجاد میکنیم مقادیر x و y رو نمیتونیم تغییر بدیم. اگر مشاهده کنید من اینجا میام یک اینستنس ایجاد میکنم با مقدار x و y، وقتی اینیشیالایز میشه دیگه میبینید ارور برام رد میکنه و من نمیتونم این کار رو بکنم. با کاری که میتونیم بکنیم میوت کردنه، میوت میکنیم و میگیم که آقا ایرادی نداره نظر ما اگر بخواد این اتفاق صورت بگیره. کاربردش خیلی جاهاست. مثالی که حالا پایین تر بهش اشاره کردیم، سه تا وضعیت و سویچ رو در واقع میخوایم بررسی کنیم. یه انیمورشن داریم که آف داریم، لو داریم و های داریم. یک فانکشن تعریف کردیم که میره در حالت بعدی، حالت بعدی رو برامون ایجاد میکنه. اینجا ما به خود سلفمون در واقع داریم مقداری رو جایگزینش میکنیم و خب همینطور میبینید اگر رو هر حالتی باشیم متغیر اون روی سلفه. اگر آف باشه لو رو بهش پاس میدیم، اگر لو باشه های رو بهش پاس میدیم، اگر های باشه دوباره آف رو بهش برمیگردیم. حالت لو رو بهش دادیم، فانکشن نیکس رو فراخوانی کردیم و فانکشن نیکس رو فراخوانی کردیم. دوباره اگر حالا بیایم این مقدارمون رو چاپ کنیم میبینید که مقدار آف رو برام برمیگردیم. از لو رسید به نیکس که میشه های، های میشه آف و آفمون چاپ. خب حالا تایپ متد هامون چی هست؟ تایپ متد ها یکی با کلمه کلیدی کلاس استفاده میشه و یکی با کلمه کلیدی استاتیک که برای فانکشن هست. حالا استاتیک رو میبینیم پایین تر، همونجور که تو ویدیو قبلی هم باز بهش اشاره کردیم از کلمه کلیدی استاتیک استفاده کردیم. در این قسمت هم میبینیم همین کار رو برای فانکشن ها انجام میدیم. یک سناریو داریم، یک بازی داریم که در واقع میتونن چند نفر درش بازی بکنن و لول هامون بسته است. یعنی شما باید ابتدا مرحله اول رو طی کنید، بعد مرحله دوم، بعد مرحله سوم. ابتدا به ساکن هیچ بازیگری نمیتونه بره به مرحله چهارم یا پنجم یا با مرحله دوم رو طی کنه تا اینکه مرحله اول رو طی نکرده باشه. و هر بازیگری که به مرحله دوم برسه، بقیه بازیکن‌ها هم میتونن مرحله دوم رو بازی کنن. خب حالا این چجوری امکان پذیر برای ما هست که این کار رو انجام بدیم و پیاده سازی کنیم؟ ما یک استراکچر لول تریکر داریم که در واقع همونجوری قبلا اشاره کردیم استاتیک، متغیرهای استاتیکمون و فانکشن‌های استاتیکمون یک بار ایجاد میشن و هر چند تا در واقع اینستنس از اون استراکچر یا کلاس یا انیمورشن هم که داشته باشیم، اون فانکشن و متغیرمون یک بار ایجاد میشن و هر تغییری که بدیم روی تمامی یا در واقع روی همون یک دونه آبجکت تغییر میکنه که همه همونجوری قابل دسترسن. یک بالاترین لول رو داریم که آنلاک شده در واقع که بای دیفالت یک هست برامون. یک متغیریه که در واقع فانکشنی رو داریم که لول رو بهش پاس میدیم و مقایسه میکنه، میبینه اگر اون مرحله تا حالا باز شده باشه، آنلاک شده باشه، در واقع اون مرحله رو رد میکنه در واقع، و اگر آنلاک نشده باشه اون مرحله رو برامون باز میکنه. یک چک کننده در واقع داریم که میاد لولمون رو چک میکنه که ببینه آنلاک هست یا نیست. خب این هم که میدید از کلمه کلیدی استاتیک استفاده نکردیم به خاطر این که قبلی ها همش نیاز بود که به ازای همه کاربرها چک بشه، ولی این به ازای خود همون کاربر فعلی مونه که current levelش چی هست که بای دیفالت یکه دیگه. یک فانکشن داریم که میاد چک میکنه در واقع
لول رو تغییر بده و بذاره اون بازیکن تو اون مرحله بازی کنه یا بازی نکنه یا بره به مرحله بعدی. یا مثلا شما اگر کلیک میکنید که میخواید من برم مرحله 5 برم ابتدا به ساکن، باید بره چک کنه ببینه که اگر مرحله 5 مون آنلاک بود اون موقع بتونه کاربرمون در واقع مجاز هست که مرحله 5 رو بازی کنه. یه کلاس پلیر داریم که یه ترکر داره که از لول یک اینستنس از لول ترکرمون هست. یه اسم داریم، اسم کاربر رو داریم. یک فانکشن داریم که در واقع زمانی که کاربر یه مرحله رو تمام میکنه ابتدا به ساکن میره یه مرحله رو باز میکنه، مرحله بعدی رو در واقع باز میکنه، پلاس یکش میکنه و بعد در مرحله بعد میگه که هارا کارنت لولت رو یک لول اضافه کن. یه اینیشیالایزر داریم که پلیر نیم اونو ابتدا به ساکن نامش رو میگیره در واقع، ملزم میکنه که نام رو بگیره. خب حالا ما یک کاربر تعریف میکنیم، یه اینستنس از کلاسمون تعریف میکنیم، از کلاس پلیرمون یه نام بهش میدیم، میگه مرحله اول رو تمام کرد. و میبینید که حالا ما اگر بدون اینکه اینستنسی از لول ترکرمون ایجاد کنیم در واقع، بگیم که بالاترین مرحله ای که تا حالا کسی بهش دست پیدا کرده و مجاز شده اون رو بازی کنه چی هست، میگه مرحله دو هست. پس تمام کاربرهای دیگه ای که ما داریم میتونن مرحله دو رو بازی کنن. حالا ما یک اینستنس دیگه ایجاد میکنیم اینجا و بهش میگیم حالا برو مرحله 6 رو برای من ران کن. درخواست مرحله 6 رو میده. میبینید که چیزی که برام برمیگرده میگه لول 6 هنوز آنلاک نشده. خب قسمت متد ها هم تمام شد. در ویدیو بعدی انشالله در مورد ارث بری ها صحبت میکنیم، ساب کلاس ها صحبت میکنیم و چیزهای دیگه. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ایام خوبی داشته باشید. شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار.